سلام، خوش آمدید. 5 سال پیش در همین هفته صدها هزار پناهجو که مسیری طولانی را از افغانستان، ایران، عراق و سوریه طی کرده بودند تا خودشان را به قلب اروپا برسانند، پیامی دلگرم کننده از یکی از مهمترین رهبران جهان دریافت کردند: ما موفق می شویم. در این مسیر به امید فردای بهتر بسیاری جانشان را از دست دادند. در پایان مسیر آنگلا مرکل ایستاده بود، سیاستمداری که تصمیمش نه تنها تکلیف زندگی آنها و زندگی سیاسی خودش را رقم می‌زد، بلکه فراتر از آن آینده نگاه اروپا و به تبع آن همه جهان دموکراتیک را به مسئله مهاجرت شکل می‌داد. 5 سال بعد دنیای متفاوت است. صدای راست افراطی در اروپا و آمریکا بلندتر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. اروپا تمام تلاشش را می‌کند که موجی دیگر از پناهجویان را در خاک خودش نبیند. شما که همین حالا این برنامه را تماشا می‌کنید، ممکن است بارها از خودتان پرسیده باشید آیا مهاجرت به همه زحمت‌هایش می‌ارزد؟ آیا می‌شود راهی سخت را طی کرد و به آرامش رسید؟ کشورهای مقصد تا کجا به پناهنده، مهاجر یا هر چه اسمش را بگذارید، اجازه می‌دهند که نه فقط ساکن، که صاحب کشور جدید باشند؟ آیا تجربه مهاجرت گسترده 2015 تجربه‌ای است که می‌شود تکرارش کرد؟ آیا تصمیم خانم مرکل تصمیم درستی بود؟ سه میهمان داریم. مریم انصاری، روزنامه‌نگار از کلن با ماست. آرش سرکویی، پژوهشگر فلسفه سیاسی از برلین. و حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران از پاریس. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. اجازه بدید از مریم انصاری بپرسم که سالهاست از نزدیک این داستان رو دنبال میکنه. همین هفته هم گزارشی از او در بی بی سی فارسی پخش شد. مریم، چقدر واقعا سیاست خانم مرکل الان درست ارزیابی میشه بعد از 5 سال؟ در رابطه با اینکه سیاست خانم مرکل موفق بوده یا درست بوده یا نه، اختلاف نظر در آلمان وجود داره، هم در جامعه آلمان هم در بین احزاب سیاسی آلمان. حزب سبز، حزب سوسیال دموکرات و بخشی از جامعه معتقدند، به خصوص اداراتی که با مسائل پناهندگی سر و کار دارن، انجمنهای غیر دولتی که با مسائل پناهندگی سر و کار دارن، معتقدند که خانم مرکل موفق بوده و در این زمینه به یک سری آمارها اشاره میکنند، از جمله اینکه دولت موفق شده کاری بکنه که نیمی از این پناهجویان وارد بازار کار بشن، 85% کلاس زبان گذرانده باشن، بخش بزرگیشون وارد دوره‌های کارآموزی بشن و از این قبیل آمار. اما نگاه دیگه هم وجود داره به مسئله و اون نگاه بخشی از جامعه است که با تردید به مسئله موفقیت دولت در این زمینه نگاه میکنه، که از جمله حزب چپا هست، حزب لیبرال هست، بخشی از افراد خود حزب خانم مرکل هستن و حزب محافظه‌کار سوسیال مسیحی و طبیعیه که حزب آلترناتیو برای آلمان. من یک نمونه میذارم که فکر کنم خیلی خوب بتونه این مسئله رو باز بکنه که یک جنبه دیگه مسئله چی هست. خانم سارا واگنکنشت، رئیس پیشین فراکسیون چپ‌ها در پارلمان آلمان، معتقده که خانم مرکل موفق شد، اما نه در همپیوندی و یا سازماندهی پناهجویان در جامعه آلمان، بلکه در دو قطبی کردن جامعه آلمان، بلکه در ایجاد نگرانی و احساس عدم امنیت در جامعه آلمان، و از همه مهمتر اینکه به رشد راست افراطی در آلمان دامن زد و همین بود که باعث شد سال 2017 در انتخابات پارلمانی آلمان حزب آلترناتیو برای آلمان به بزرگترین نیروی اپوزیسیون تبدیل بشه. بله. جالب هست این که میگی مریم، برای اینکه خیلی ها معتقدند که این تنها تأثیراتش نبود. بعضی ها میگن که اونچه که سالهای بعد منجر به انتخاب دونالد ترامپ شد حتی میشه ربط پیدا کنه به این قضیه. اونچه که در برگزیت اتفاق افتاد حتی میتونه ربط پیدا کنه. آقای سرکویی، شما نظرتون چیه؟ من در اول یه نکته بگم که این تصمیم خانم مرکل به تنهایی نبوده. در آلمان ما صدر اعظم، یعنی رئیس جمهورشون در واقع، صدر اعظمشون به قدرت رو نداره که مثلا رئیس جمهور آمریکا داره یا ایران داره. در آلمان یک دموکراسی پارلمانی داریم. برای من یک تصمیم یک ائتلاف بوده، ائتلاف دولت سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی که حزب به نسبت چپ و به نسبت راست. بنابراین این تصمیم بوده که یک ائتلاف، یعنی میانه روها، در واقع تصمیم میانه روها بوده، میانه روی چپ و میانه روی راست. بعد ائتلافی از آلمان چند سالی که در دولت هست. اینم که میگین انتقاداتی بوده ازش، از این ماجرا،
گفتیم مثلا حزب چپ، بعد دقت کن که حزب چپ از نگاه چپ انتقاد داره ماجرا، ولی مثلا آلترناتیو برای آلمان از نگاه راست به این ماجرا دقیقا انتقاد میشه داره. یه مقدار راجع به همین به من توضیح بدید آقای سرکوی، قبل از اینکه بیشتر قضیه رو باز بکنیم. وقتی میگیم چپ ها، چون در برای این میپرسم که میخوام این رو منطبق بکنیم بر اتفاقاتی جای دیگه افتاد، در برگزیت هم ما دیدیم که هم راست ها و هم چپ ها همزمان وارد در واقع علاقه مند بودن به خروج بریتانیا از اروپا. در واقع این اتفاقی بود که این دو رو به هم خیلی نزدیک کرد، در حالی که در خیلی از مسائل دیگه با هم اختلاف نظرهای جدی دارن. میشه شما یه مقدار اینو بیشتر برای ما باز بکنید که چطور در مورد این مسئله هر دو سر طیف مخالفند و از چه منظری به قضیه نگاه میکنن؟ نگران به نظر مخالفت این دو طیف با هم خیلی فرق میکنه. یعنی مخالفت از جناح راست که به افکار نجات پرستی و راسیستی میره، یک بحث دیگه است که خودشو نشون میده در حمله هایی که پناهجوها شده در آلمان و اروپا در سال گذشته، عملیات تروریستی که شده بر ضد خارجی ها و بر ضد کسای دیگر اندیش حالا و مذاهب دیگه، حتی یهودی ها. این یک انتقاد از راست هست که میگن نه، ما باید اروپا رو ببندیم، اینا اصلا به درد ما نمیخورن، اینا کسایی که با ما فرق میکنن، لازم فرهنگی هستن کلا، بعد جای خودشون باشن و از این قبیل حرفا. انتقال از جناح چپ یک جور دیگه است. اینم مدام بعد واقعا جدا کنم، مثلا همین حزب چپ که میگین، خانم واگنکنشت نماینده نگاه اکثریت حزب خودش نیست در حال حاضر، ولی به حال نگاه اینه که ما نماینده یک طیف های از جامعه هستیم که اقشار پایین جامعه، اقشار فرودست جامعه، و اینها به اشتباه فکر میکنن که دلیل اینکه وضعشون خرابه الان، وضع اقتصادشون خرابه، به این دلیله که دولت پول به خارجی‌ها میده، پناهجوها میده. ما بعد اینو جدی بگیریم و بهشون نشون بدیم که اینجور نیست و باید وقتی پناهش میپذیریم به اقشار فرودست جامعه خودمون هم فکر بکنیم و این مسئله رو داشته باشیم که مثلا کمک‌های اجتماعی زیاد بشه، مشکل مسکن حل بشه برای تمام اقشار، برای و تمام افراد جامعه. این نگاه دیگه است، با هم فرق میکنه انتقادات. بنابراین شاید هر دو یک نگاه انتقادی دارن که آقای مسئله مهاجرت مسئله مهمیه، ولی جناح چپ بیشتر نگاه میکنه که ما چیکار باید بکنیم که همه اقشار جامعه و اقشار فرودست این جامعه کنونی آلمان هم مزایایی داشته باشن و اینجور نباشه که فکر کنن پناهندگان میخوان حقاشون رو بگیرن. ولی جناح راست نگاه فرمودید و حتی فاشیستی داره. متوجه شدم. اجازه بدین به آقای لاجوردی رو هم وارد بحث بکنیم، به خصوص که فرانسه شباهت‌های زیادی در این زمینه به آلمان داره و اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاد در فرانسه هم دیدیم. راست افراطی تا خیلی جلو اومد در انتخابات. نظر شما چیه در این مورد آقای لاجوردی؟ من تصورم بر اینه که اگر که تصمیم خانم مرکل رو یک تصمیم ناگزیر بدونیم، یعنی به این معنا که اروپا مجبور بود این کار رو بکنه به دلایل خیلی مشخص، میگم چند جنبه داره این قضیهش، بحث سیاسیش به نظر من مهمترین مسئله است برای تصمیم خانم مرکل که شجاعت زیادی رو به خرج داد در این زمینه. دو عامل باعث این مهاجرت، یکی بحث به حال اینترنت و فضایی که عوض شده نسبت به چند دهه پیش به این طرف، و یکی کشورهایی که از نظر حکومتی دیکتاتوری هستند. ناگزیر اون عده‌ای که و اکثرا جوانها اطلاع پیدا میکنن، آگاهی پیدا میکنن از زندگی همسن سالان و گروه های سنی خودشون در خارج از کشوری که هستن، مثل نمیدونم سوریه، ایران، عراق، افغانستان و غیره، ناگزیر میخوان بیان به طرف کشورهایی که زندگی بهتر رو در اونجا جستجو بکنن. در این زمینه این بحث خیلی خیلی روشنیه، بحث اقتصادی است. بحث اقتصادی به این معنا که اروپا، البته حالا من فقط اروپا رو میگم به دلیل خانم مرکل، اروپا که مرتب به دنبال از بین بردن مشکلات خودش، به دنبال قراردادهای اقتصادی با کشورهای این گونه ای هست، این کشورها ناگزیر برای اینکه بتونن به کشورهای اروپایی قراردادهای بهتری رو بدن، طبیعتاً فشار بیشتری رو بر مردم خودشون به وجود میارن. این فشارها باعث این مهاجرت هاست. جالب اشاره کردید به بحث اقتصادی آقای لاجوردی، ولی خیلی ها میگن که مثلا اون چه که در سالهای اخیر در روابط اروپا و خاورمیانه اتفاق افتاده، حتی در منظر اون چه که برای سوریه اتفاق افتاد، برای ایران اتفاق افتاد، در مثلا قضیه برجام، همه اینها رو میشه به نوعی ربط داد به همین قضیه.
از اون مهمتر اون چیزی که در مورد ترکیه داره اتفاق میفته، در واقع تلاش اروپا برای اینکه ترکیه رو بکنه سد مهاجران که از اون پاشون رو فراتر نگذارن. فکر میکنید که چقدر اتفاق 2015 روی سیاست بین المللی تأثیر گذاشت؟ من بیشتر از هر جای اروپا رو واسم مد نظره. طبیعیه که وقتی که مثلا نگاه بکنیم به این مهاجرت ها، به طور مشخص اخص در مورد ایران من صحبت بکنم، اگرچه وضع سوریه و عراق و افغانستان در زمانهای بدتر از ایران بوده، ولی فقط همین رو اگر که با بهش نگاه بکنیم، ایرانی ها امروز فقط در اروپا نیستن، در تمام کشورهای آسیایی و امریکایی شما ایرانیای مهاجر و پناهجو رو پیدا میکنید. اثراتی که این میتونه بگذاره در کشورهایی که ضعیفتر هستن از نظر اقتصادی بسیار بسیار گسترده است. بله. آلمان توی اروپا جز این 28 کشور اروپا تنها کشور ثروتمندی بود که تونست این رو اداره بکنه. البته با وجود اداره این مجموعه بزرگ پناهنده که به آلمان رفت، ما ناگزیر هستیم که این قضیه رو هم ببینیم که تفاوت فرهنگ ها مشکلات عجیبی رو برای جامعه آلمان به وجود آورد. بله. ولی با این همه این امکان ناگزیر رو به وجود آورد که این کار انجام بشه. صحیح. هیچ کاری نمیتونستن بکنن. بله. زمانی که اسپانیا رئیس اروپا بود، ما از طرف انجمن نامه‌ای بهشون نوشتیم که اگر دور اروپا رو دیوار آهنین هم بکشید، غیر ممکنه که شما بتونید که جلوی پناهنده ها رو بگیرید. بله. ناگزیر هستن، یا قراردادهای تجارتی رو باید از بین ببرن که پناهجو رو کم بکنن، یا اگر که به دنبال مشکلات رفع مشکلات خودشون هستن و دنبال این قراردادها هستن، بپذیرن که این گروه های پناهجو مهاجر ناگزیر. بله. به اروپا میرن. مریم، این داستان ورود پناهجوها رو تو از زاویه دید سیاستمداران آلمانی برای ما گفتی. از زاویه دید پناهجوها و کسانی که به پناهجوها کمک میکنن هم به ما بگو. ما آماری که شنیدیم این هستش که ظرف سالهای گذشته بیشترین تعداد پناهجوها از ایران میان. خیلی از کشورها این آمار رو میشنویم ظرف سالهای بعد از 2015 و 2016. چه تغییری کرده نگاه به پناهجوها در آلمان در این سالهای اخیر؟ تغییری که نگاه به پناهجویان عمدتاً میتونه بکنه، واقعیتش اینه که در جامعه آلمان خیلی بستگی داره به میزان موفقیت این پناهجویان. به تازگی من در یکی از برنامه‌های کانال دو تلویزیون آلمان و همچنان در رادیوی سراسری آلمان یک سری تحلیل از یک سری کارشناسان شنیدم که خودم به شخصه با این موافق نیستم که ما تقسیم بندی بکنیم پناهجویان رو به ایرانی و نمیدونم کسی که از سوریه آمده یا افغانستان، ولی با نگاه مثبت تری به پناهجویان ایرانی نگاه میشد، به این با این نگاه که از اونجا نیروهای متخصصی میان، از اونجا نیروهایی میان که در برای بازار اقتصاد ما لازم هستن و غیر و ذلک. اگر از نظر خود پناهجویان بخوایم در نظر بگیریم، به هر حال ورود به جامعه آلمان، ایجاد همپیوندی با این جامعه، ورود به بازار کارش، یاد گرفتن زبانش راه بسیار سختیه. ما نباید فراموش بکنیم که در سالهای 2015-16 واقعا وضعیتی که پناهجویان داشتن در اقامتگاه آلمان مناسب نبود، حتی در بعضی جا فاجعه بار بود. به هر حال از پس این چالش ها تا حدودی دولت آلمان برآمد و تونست اینها رو سازماندهی بکنه. و نکته‌ای هم که بهش اشاره کردن مهمان شما، اینکه تصمیم خانم مرکل یک تصمیم سیاسی بود، یک تصمیم انسان دوستانه بود و در این حال همگام بود، همخوان بود با نیاز اقتصاد آلمان. اقتصاد آلمان سالها بود که به نیروی کار احتیاج داشت، منتها نیروی کار متخصص، نه نیرویی که تو اون دوره وارد شد با یکی از جنگ و غیره دیده بود. اشاره جالبی کردی که آلمان نیاز به این نیروی کار داشت و این نیروی کار رو پذیرفت. آقای سرکوهی، نظر شما چه؟ چون همون موقع هم خیلی ها میگفتن این نگاه که آلمان داره در واقع به نوعی نیکوکاری میکنه، یه نگاه خیلی چه میشه اسمش رو گذاشت، نگاه اروپایی خیلی سانتیمانتال به قضیه است، در واقع یک مسئله عرضه و تقاضا است، نیروهایی دارن وارد میشن به کار آلمان، میان داره ازشون استفاده میکنه. ببخشید اگر اجازه بدید من اینو یه توضیح بدم، باز مرتبه این نیاد که مثلا
من اگر میگم حزب چپ ها معتقده که موفق نبودن خانم مرکل، این اشتباه پیش بیاد که من منظورم اینه که حزب چپ ها و حزب آلترناتیو برای آلمان از یک مجرا به مسئله نگاه میکنن یا نگاه واحدی دارن یا از یک با یک هدف. نه، این چیزی که میخواستم بگم اینه که آلمان مدت ها بود به نیروی کار احتیاج داشت، ولی تازه سال گذشته موفق شد یک قوانین مهاجرتی خودش رو تعیین بکنه، تدوین بکنه و قرار بود اینا امسال اجرا بشه که با مسئله کرونا برخورد کردیم. اتفاقا بحث من اینه که خانم مرکل از زاویه انسان دوستانه و همطور پیش شد از زاویه سیاسی با مسئله برخورد کرد. موج مهاجرت رو مادام که جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی وجود داره، مادام که مسئله محیط زیست وجود داره در خاورمیانه، در آفریقا، در بسیار جای دیگه، شما نمی‌تونید جلوشو بگیرید. اروپا با هزاران نفر روبرو بود اون زمان که مرزهای آلمان رو آتش فرستاده بودن و کسی نمیتونست به اینو بگه راتون نمیدون. تصمیمی که خانم مرکل گرفت که درسته، اون شب که این تصمیم رو گرفت ایشون به تنهایی و با یک مشاورت با وزیر کشور این کار رو کردن. متشکرم. بذار ببینیم آقای سرکوهی نظرش چیه، برای اینکه به نظر میاد که مخالفن. بس مخالفت بس نگه، هر تصمیم سیاسی دلایل مختلفی داره، یک میکسی هست. یعنی هم به این ربط داره که آلمان به نیروی کار نیاز داشت، هم به متخصص، هم به نیروی کار ارزان. بعد دقت بکنیم که کشور در همه کشورهای مسئله هست که یک سری کارها هست که کارگرها و افرادی تو اون کشور زندگی میکنن حاضر به انجام کارا نیستن، چون درآمدش کمه، چون بیمه نداره، چون امنیت شغلی نداره، و این کارها رو معمولا پناهجویان و مهاجرانی میکنن که حاضرن برای مزد اندکی هم کار انجام. به این نیروی کار هم آلمان و هم کشور دیگه نیاز دارن. یه بخش دیگه‌ش این که گفتین سانتی‌متر، تقسیم سانتی‌متر، شما دقت کنید که در تاریخ آلمان مسئله مهاجرت مسئله خیلی مهمیه، چون خود آلمانی‌ها زمان جنگ جهانی دوم مهاجرت کردن و حق پناهندگی جزو حقوق اساسی آلمانی در، یعنی در 20 حق اساسی آلمانی حق پناهندگی یکی از اون حقاست، حق 16مه. خیلی حق مهمی به دلیل تاریخی، پناهجویی برای اونها خیلی مهمه. و مسئله سوم اینه که اینکه گفتی ناگزیر بود یا مهمانی گفت ناگزیر بود، تا حدی درسته، به این دلیل که تو آلمان، تو اروپا سیستم دابلین هست. یعنی وقتی یک پناهجویی وارد اتحادیه اروپا میشه، بعد در اون کشور پروسه پناهجویی رو طی کنه و در اون کشور بمونه، در اولین کشوری که پاشو میذاره بهش اتحادیه. خب این یک مسئله که خب آلمان در قلب اروپا است، بنابراین اکثر پناهجوها اولین کشوری که بهشون آلمان نیست، یونان، اسپانیا، ایتالیا، کشورهای مرزی اروپا. و همیشه این مشکل وجود داشته که این قانونی بوده که به نفع آلمان بوده، یعنی آلمان پناهجو نمیپذیرفته و کشور جنوب اروپا میگفتن آقا این چه وضعشه، شما نمیتونید تقسیم نکنید. و این تقسیم نشدن پناهجوها باعث شد که ما مسئله 1 میلیون آدمو داشته باشیم که می‌خواستن بیان آلمان، و آلمان تصمیم گرفت که اوکی ما اینا رو میپذیریم، چون در واقع همونجوری گفتی راه حل دیگه نداشتن. و البته که در دولت با این موافقید که میگن که این یک تصمیم سیاسی بود و تصمیم سیاسی بود که در واقع چاره ای نبود براش؟ چاره ای نبود، نمیدونم، همیشه چاره دیگه. از شما نگاه کنید همین الان همونجوری که من دیگه‌تون گفتن خودتون اشاره کردین، اروپا در واقع یه صدی ساخته به ترکیه، داره میگه ما پولی بدیم 3 میلیارد دلار بهش دادن که جلوگیری کنه که پناهجوها بیان. بنابراین راه حلای هست، تا ابد نمیشه جلو گرفت. همونجوری که خلاجه بعد گفتن، شما حتی اگه یک دیوار آهنی هم بکشین، بالاخره تا موقعی که نابرابری وجود داره، تا موقعی که در اروپا انسان‌ها در یک موقعیت زندگی می‌کنن که برای انسان‌های دیگه دنیا بهشته، تا موقعی که این موقعیت وجود داره، انسان‌ها سعی خواهند کرد برای زندگی بهتر، برای زندگی بهتر بچه‌هاشون کوچ کنن، مهاجرت کنن. حالا اگه امکانش باشه ساده، اگه امکانش نباشه سخت. شما نگاه کنین آدم‌ها سوار قایق بادی میشن، از دریای مدیترانه رد میشن، دستشون می‌میرن، با این وجود حاضرن این ریسک رو بکنن. چرا؟ من بذارید اینا هم ازتون بپرسم، چون دقیقاً همین هست. بسیاری از افرادی که میان به اروپا، به خصوص از کشورهایی که درشون جنگ نیست الان، برای مسئله اقتصادی میان، و روشن هست که به هر حال تصورشون هست که در زندگی راحت‌تری خواهند داشت اگر بیان و در اروپا هر کاری دیگری بکنن، ثبات اقتصادی و مسئله از این دست. فکر می‌کنید که اساساً آیا اروپا تصمیم درستی گرفت در این زمینه، در اون تصمیمی که 5 سال پیش برای پذیرش این تعداد پناهجو گرفت، و آیا این درسی شد برای اینکه تکرار بکنه احتمالاً این کار رو یا نه؟ ببینید، میگم این 1 میلیون پناهجو در اروپا بودند، اینا در مجارستان بودن، جزء اتحادیه اروپا. بحثی نبود که اینا نیان اروپا. بحثی بود که آیا در مجارستان بمونن یا برسن به آلمان. ولی حالا بازم اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم، دلیل مختلفی وجود داره که آدم بیاد پناهجو بشه. جنگ میتونه باشه، آدم میتونه علاوه سیاسی مورد تعقیب قرار گرفته باشه. مسئله اقتصادی هم هست. مسئله این که
آدمی زندگی بهتری میخواد برای خودش، برای بچه هاش. میگم بازم یه میکسی هست، اروپا نیاز داره به نیروی کار ارزان، اروپا نیاز داره متخصص، بیشتر کشور اروپایی روش جمعیتشون منفیه، آلمان، ایتالیا، فرانسه روش جمعیتشون منفیه، به مهاجر نیاز دارن. این مشکلی که دوست آقای راجبری گفتند، مشکلات فرهنگی اینا وجود داره، بالاخره اینا رو دید، یعنی بالاخره اروپایی‌ها به حق، یا همه انسان‌ها میگن به حق، ما به یک سری جنگیدیم، به سری حقا رسیدیم و به این حقا رو نگه داریم. این هم البته نیست که همه پناهجوها این مشکلات فرهنگی رو دارن یا به خاطر اونات که این مشکلات هست، یک میکسی از دلایل و دلایل مختلفی که با هم جمع میشن به یک تصمیم میرسن. این موردی که شما گفتید در واقع شیوه زندگی اروپایی یا غربی، آقای لاجوردی، اون چیزی هست که الان در مرکز خیلی از تبلیغات انتخاباتی در اروپا و همینطور حتی در آمریکا قرار میگیره. ما باید از این شیوه زندگیمون محافظت کنیم. از خیلی از سیاستمدارای غربی این رو میشنویم و این نگرانی که این خارجی ها میان با فرهنگ هایی که مشابه فرهنگ ما نیست و این رو از ما میگیرن، این که ما به قول آقای سرکویی قرنها براش زحمت کشیدیم و جا انداختیمش. فکر میکنید واقعا اروپا یا بتونه به یک بالانسی، به یک در واقع حد وسطی در این قضیه برسه؟ میبینیم که الان هنوز تنش بالاست در این زمینه. ببینید، مسئله رو از نظر فرهنگی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، دو گونه باید بهش نگاه بکنیم. یکی مشکلات فرهنگی که خود این مهاجرین دارن، یکی مشکلات کشور پناهجو پذیر و مهاجر پذیر. من نمونه بارز این رو در فرانسه خدمتتون بگم. همینطوری که میدونید، سالهای درازی است که مسئله فرانسه با مسلمان‌ها وجود داره. میدونید در اروپا فرانسه بیشترین تعداد مسلمان‌ها رو، یعنی یک دهم جمعیتش مسلمان‌ها هستند. به عنوان مثال وقتی که برمی‌خورید شما به این که برای نماز جمعه، نماز جماعت تو خیابون‌ها وای می‌سادن یا نمی‌دونم حاضر نبودن که از روسری و حجابشون در ادارات صرف نظر بکنن، تصمیم سختی دولت فرانسه گرفت برای اینکه اینجا حکومت لائیک هست، یعنی ناگزیر همه اینها رو برگردون به مسجدها، در اونجا نذاشت تو خیابونها بیان. دستور داده شد که نمیدونم امام جماعتی که میخواد امام جماعت یک مسجد بشه باید ناگزیر در فرانسه تربیت شده باشه. از کشورهای دیگه و اون مهاجرا چطور با این قضیه برخورد کردن؟ رضایت دادن؟ همین رو خدمتتون میخوام بگم که مهاجرینی که با این قضیه روبرو شدن طبیعتا دو دسته بودن. اکثریت قریب به اتفاقشون پذیرفتن و سعی کردن که خودشون رو وفق بدن با اینها، ولی توی حومه های پاریس و حتی در بعضی مواقع در شهر خود پاریس وقتی میبینیم مشکلات عدیدهی در حومه ها به وجود آمد، به خصوص در حومه های شمالی که برخورد های شدیدی با پلیس و غیره و غیره بود. ولی اروپا نمیتونه جلوی این کار رو بگیره، هیچ راهی براش وجود نداره. من یادم هستش یا با بی بی سی دو سال پیش بود تو مصاحبم یا با جای دیگه، وقتی که قرار شدش که زیردریایی بفرستن به سواحل ایتالیا، باز همین بحث من بود که با زیردریایی که نمیشه جلوی مهاجرت رو گرفتش، که دو راه بیشتر وجود نداره، یا پذیرش این که این مهاجرین به دنبال زندگی بهتر میان به کشورهایی که امکانش هست، یا این که باید قلق و غم کرد. قلق و غم نمیتونن بکنن برای اینکه یک آقای اردوغانی اونجا ایستاده باجگیری میکنه هر مرحله، وقتی که نتونه به حرفش برسه میگه من راه رو باز میکنم، یا مسائلی که برای این پناهنده ها به وجود میاد. من فقط این نکته رو میخوام اشاره بکنم که اگرچه خانم مرکل با کاهش محبوبیت خودش و جسارت و شجاعت خودش این کار رو انجام داد به طور ناگزیر، ولی واقعیت قضیه اینه که همه کشورهای اروپایی ناگزیر به این راه باید برن، یا اینکه بخوان مثلا از قراردادهاشون صرف نظر بکنن و اون حکومت‌ها برای مردمشون راحت‌تر مسائل رو بگیرن. یه نکته اساسی که در اینجا من می‌خوام در رابطه با بریتانیا خدمتتون بگم، بریتانیا کشوری بود که در این بحبوحه مهاجرپذیری اول کمتر و کمتر، ولی بعد بحث تخصصی مطرح کرد، یعنی بله، نمونه کار کمتر از همه پذیرفت. بله، بر بازرسین خودش رو فرستاد به اردوگاه ها، آدم ها رو انتخاب کردن که اگر این مثلا پزشک، این انفورماتیسیان، این چیه اونها رو بیارن. ولی ما بازم میبینیم که همین بندر کله که در شمال فرانسه وجود داره روزانه به طرف انگلیس
مهاجرین پناه میارن و مسائل بیشماری بسیارشون با قایق‌های کوچک حتی جونشون رو به خطر می‌ندازن. مریم خیلی وقت کمی داریم، در حد یک دقیقه جنبندی خودتو بگو. به نظر تو یا قمار در واقع قماری بود که خانم مرکل درش برنده شد یا نه؟ ببینید، همطور که مهمان برنامه‌تون هم گفتند، تو همین صحبت قبلی کردن، اروپا ناگزیره. این سیل مهاجرت وجود داره و شما نمیتونید جلوش رو بگیرید. شما فقط یک چاره دارید و اینکه راه این رو سازماندهی بکنید. نیروهایی که الان انتقاد دارن به سیاست خانم مرکل یا معتقدن ما موفق نشدیم، بله ممکنه تو یه سری جنبه موفق نشده باشیم، ولی ما چاره‌ای جز موفق شدن نداریم. ما چاره‌ای جز سازماندهی نداریم. مرکز خدمات، اجازه اگر دارم به ادامه بدم. متشکرم. برای اینکه یه دقیقه وقت داریم، بذارید آقای سرکویی هم جنبندیشون رو بگن. آقای سرکویی جنبندیتون رو بفرمایید در یه دقیقه اگه ممکن. من چیز بگم، در انتخابات دو سال پیش آلمان این حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان 12% رأی بود. یعنی بعد از همه این ماجراها اگه میگین خانم مرکل در قمار موفق بوده، یعنی فقط 12% رأی دهنده ها این ایده رو داشتن که پناهجوها نباید بیان، ما نباید اینا داشته باشیم. یعنی بقیه اینها بیشتر از 80% مردم آلمان که رأی دادن با این سیاست موافق بودن. بنابراین من میگم معلومه موفق بوده و بیشتر احساب آلمان هم پشت سر این هستن. من فقط یه جمله کوتاه میگم راجع به این وقف دادن خودشون با جامعه میزبان. این که وقف دادن نیست که آدم مثل اونا بشه. وقف دادن اینه که شما در جامعه انتگره میشین، یک بخش از شما میاد یه بخش از جامعه میزبان و چیزی که باید بهش اهمیت داده بشه اینه که حقوق بشر اینجا مهمه. یعنی انتگره میشین با هم، چیزهای مختلف با هم جمع میشن، ولی بر اساس حقوق بشر، ما نه بر اساس حقوق بشر پایین تر بیایم. اونا رو بعد نظر داشته باشیم، آزادی بیان، آزادی مذاهب، برابری زن و مرد، اینا همه بعد اینا رو قبول کنن، نه فقط پناهجویی که میان، بلکه کسایی که خودشون اینجا هستن و سالها زندگی میکنن. اونا رو بعد، یعنی حقوق بشر چیزی بر روش پایفشاری کرد و این میتونه مشکل حل بکنه. اون بعد اصل باشه. خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی، خانم انصاری و آقای لاجوردی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با صفحه دوی سه‌شنبه همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.